سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام در مورد عینک جدید متا صحبت کنم که یه محصول جدیدیه که با مشارکت ریبن در واقع دادن بیرون یا میخوان بدن بیرون. چون حالا داریم در مورد این صحبت میکنیم، یه ذره هم در مورد اپل ویژن پرو که از این عینک‌های واقعیت مجازی شبیه اونه ولی قابلیت‌هاش جالبه و این دوتا چون AI قاطیش دارن. حالا کانال من خیلی کانال تکنولوژی یا بررسی عینک‌های واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده نیست، ولی این دوتا چون خیلی جدیدن و AI قاطیشون دارن، بررسی کنیم ببینیم چه جوریه. یه ایونت متا کانکت 2023 مارک زاکربرگ در مورد این عینک صحبت کرد که همراه با ریبن این عینک اسمارت رو میخوان عرضه کنن و خب جالبیش اینه که یه دوربین خیلی کوچیک داره توی گوشه فریمش و این عینک میتونه فیلم بگیره، عکس بگیره و یه سری چیزایی که میبینه رو آنالیز کنه و به شما ورودی بده. خب حالا این خود لنز عینک چیز خاصی نیست، لنزش میتونه طبی باشه، میتونه عینک آفتابی باشه، فقط توی اون دوربینیه که تو فریمشه و اینجوری نیست که تصویری ببینید. قبلا گوگل یه محصولی سال 2013-2014 بود، یه محصولی اعلام کرد که میخواد ارائه بده، اسمش گوگل گلاس بود که یه عینکی بود که حالا ایدش این بود در واقع میتونستید همزمان ببینید جلو چشمتون مسیجاتون و یه سری اطلاعات و یا میتونست مسیریابی رو همونجا تو تصویر بهتون نشون بده، میتونست تابلوها رو بخونه براتون، ترجمه کنه یا کلن در مورد اطرافتون یه سری اطلاعات بهتون بده و میتونستید عکس بگیرید و اینا. حالا یه سری تکنولوژی اینجوری توش در نظر گرفته شده بود 10 سال پیش، اما ظاهرا حالا از نظر تجاری خیلی یا تجاری به صرفه نبود یا خیلی استقبال نشد ازش، کلن هیچ وقت به صورت تجاری عرضه نشد، یعنی همون تو همون حالت پروتوتایپ موند و وارد بازار نشد. اما این عینکی که حالا متا ساخته و میخواد ارائه کنه یه سری قابلیت هایی که توش داره، همین اینه که عکس بگیره، فیلم بگیره، ولی چیزی نیست که به شما یه تصویری نشون بده فعلا. ولی قابلیت پخش موسیقی داره، قابلیت صدا داره، اینجوریه که تو اون دسته عینک که میره پشت گوشتون از اون طریق براتون موسیقی یا صدا پخش میشه و فقط خودتون میشنوید. اینجوری نیست که بره تو گوشتون، از اون پشت گوشتون پخش میشه به داخل سرتون یا مغزتون و اینجوری میشنوید. بعد یه سری قابلیت‌های مثلا AI هم قاطیش کردن که البته ظاهرا فقط برای کاربرهایی که تو آمریکا هستن قابل استفاده است، ولی مثلا شما اگه این عینک رو زده باشید و دارید یک مثلا گریل انجام میدید، باربیکیو انجام میدید، بعد میتونید همونجا باهاش حرف بزنید، بپرسید که چقدر این مرغا رو باید بپزم، چند دقیقه باید پخته بشن، بعد اون با همون وایس بهتون جواب میده، میگه 5 تا 7 دقیقه. یا مثلا این مثالش هم جالبه، شما دارید با حالا با این عینک مثلا دارید تنیس بازی میکنید، اون لحظه که توپ افتاد میتونی ازش بپرسی که داخل خط بود یا خارج خط بود، یه جوری ویدیو چکه. یا مثلا یه سری سوالا، همون سوالایی که آدم از چت جی پی تی میپرسه، میتونید با وایس همینجوری ازش بپرسید و اون اینو ارائه بده. اینا قابلیت هاییه که الان به صورت وایس توش هست، ولی مارک زاکربرگ گفته که تصمیم دارن بعدن اون که تصویر ببینی یا یه واقعیت افزوده هم داشته باشه اون قابلیت رو هم بهش اضافه کنه. مثلا شما میرید مسافرت، مثلا یه بنایی میبینید، میگید راجع به این بنا به من بگو یا چطور من این شیر آبو تعمیر کنم، از اینجور چیزا دیگه. ولی خب همین چیزاییه که مثلا شما از چت جی پی تی یا بارد میتونید بپرسید، ولی اگه عینک باشه دیگه لازم نیست حالا گوشیتون رو در بیارید تو اون تایپ کنید، سوالتون رو بنویسید جواب بده، همین این تو گوشتونه، همه جا همراهتونه، سوال ازش میپرسید اینم جواب میده. یه جورایی سریعتر کرده اون همون کاری که چت جی پی تی هم انجام میداد یا بینگ یا بارد. کلا قصدش اینه که بگه که این ابزارهایی که AI توش هست بیشتر و بیشتر جزئی از ما بشه، جزئی از روزمرمون بشه و عینک یکی از چیزهاییه که خیلی میتونه همراه تر باشه، راحت تر از گوشی تلفن همراه باشه استفاده ازش. Hey Rocco. Ciao Charles, how you doing? All good, and you? Good, good. Did you get the glasses we sent you? Yeah, I'm trying the glasses now for the first time. I can't wait to see your point of view. Thanks to you Rocco. It was great to catch up and I'm going to take this for a test drive now. Ciao. مثلا اینجا تلفنی با هم دیگه صحبت کردن دو نفر و اینجوری با انگشتش زد و تماس قطع کرد. Hey Meta, take a video.
حالا اینجوری همین فقط با گفتن یه جمله گفتش که ویدیو ضبط کن و اون دوربینه الان داره همین چیزی که این شخص میبینه رو ضبط میکنه. یه قابلیتی هم که میخوان داخلش بذارن اینه که شما دیگه لازم نیست با گوشیتون از یه چیزی لایف بگیرید یا ویدیو بگیرید، با همین عینکی که دارید مثلا هر جا میرید دیگه میتونید لایف بگیرید، همه دقیقا اون چیزی که شما از چشتون دارید میبینید همونو دقیقا ببیند با این عینک و مستقیم لایف بذاره با این انسا یا هر یوتیوب. و اینکه عنوان کرد که 17 اکتبر قراره عرضه بشن این عینکات و قیمتش 299-300 دلار خواهد بود. تا اینجاییم این قابلیت های متا کوست سرم اعلام کرد توی این ایونت رویداد متا کانکت 2023. متا کوست 2 که هست الان و یکی از این عینک های واقعیت مجازیه، ولی متا کوست 3 ظاهرا خیلی کیفیتش بهتر شده. شما وقتی عینک رو میزنید همچنان تو اون محیط اتاقید، خب این واقعیت افزوده است، یعنی همون اتاق شماست، اما یه سری چیزا اضافه میشه به اتاقتون. یعنی مثلا این یه گیمی رو دقیقا رو میز اتاق پذیراییش حالش داره بازی میکنه و این اومده دقیقا رو اون پوزیشن قرار گرفته، اینم هم همینطور یه گیمیه روی میز ناهارخوری خونش داره بازی میکنه، ولی بقیه اتاق دقیقا همونه و کیفیت تصویر ظاهرا خیلی بهتر شده، پیکسل بودنش کمتر به چشم میاد و خیلی واقعی تر همه چی به نظر میاد. و میگه که این کوست 3 الان خیلی قابلیت قوی تری داره که فضای سه‌بعدی دور و بر شما رو شناسایی کنه و اسکن کنه و 10 برابر پیکسلاش بیشتر نسبت به کوست 2، برای همین خیلی طبیعی تر دیده میشه و این فضای دور و بر شما رو انقدر دقیق میشناسه که اینجا دیواره اینجا چیه، که خود مارک زاکربرگ میگه که اگه شما حالا عینک رو چشتون باشه و یه توپ دیجیتالی رو که واقعی نیست پرتاب کنید به سمت اون دیوار، میفهمه که اون دیواره و برمیگرده اون تصویر اون توپه. یا مثلا اگه یه گیمی دارید بازی میکنید که یه بازی تیراندازی داره، مثلا پینت بال یا کال آف دیوتی یا هرچی، اگه برید پشت اون مبل قایم بشید مثلا اون یه مانع به حساب میاد، میفهمه که شما پشت اون مبلید و دیگه تیر بهتون نمیخوره. اینجور چیزا رو مثال میزنه که چقدر اون فضا رو فضای سه‌بعدی رو الان خوب میشناسه و میفهمه چی به چیه. یا یه مورد جالب دیگه‌ش هم که گفته اینه که شما میتونید مثلا بازی بسکتبال رو از زاویه‌ای ببینید که انگار درست بغل زمین نشستید دارید تماشا میکنید و احساس کنید دقیقا اون تون و ردیف اول نشستید دارید تماشا میکنید. اینم که از 10 اکتبر ارائه شده همین امسال و قیمتش 500 دلاره. حالا بریم اپل ویژن پرو رو هم ببینیم که عینکیه که اپل ارائه داده. البته این رو اپل توی ماه جون توی ایونت یا رویداد WWDC 2023 اعلام کرد، یعنی ایونت عمومی نیست، بیشتر مخاطبش دیولوپراست و کسایی که حالا اپلیکیشن دیولوپ میکنن و چیزایی که در موردش صحبت کرده، مثلا در مورد مک صحبت کرده، سیستم iOS، آیپد، ساعت اسمارت و این آخری که طولانی ترینش بود اپل ویژن پروه. ببینیم که چه قابلیت هایی داره. خب اینم اینه که اسمش اپل ویژن پروه که از این عینک ها یا گاگل های AR هم مخفف augmented reality یا واقعیت افزوده است، یعنی به اون واقعیتی که دور بر شما از یه چیزی می افزایه. VR virtual reality یا واقعیت مجازی، یعنی همه چی مجازیه، اما AR یعنی اون چیزی که دورو برای شما هست یه چیزی هم به اون میافزه. حالا دیزاینش خیلی جالب به نظرم، یه سری ظریف‌تر از اون یکی هست و یه سری نکته ها داره. خب اینجوریه که شخص این عینک رو وقتی میزنه تو چشش، میزنه به چشش، همین فضای واقعی دورو برش رو میبینه، ولی یه سری حالا اپلیکیشن های اپل یا یه سری اپلیکیشن ها رو میتونه باز کنه، صفحه اپلیکیشن های مختلف باز کنه، مثلا اینجا گالریشو باز کرده،
و با استفاده از دستش، فقط ژست دستش، کاری که با دستش میکنه، میتونه اسکرول کنه، میتونه زوم کنه و شما چند تا حتی به عنوان لپتاپ اگه بخواید ازش استفاده کنید میتونید چند تا انگار چند تا مانیتور دارید تو هر کدوم، یه برنامه بازه، یه مانیتور حتی واید میتونید داشته باشید، یه انگار یه پروژکتور بزرگ جلوتون دارید و میتونید به جای اینکه یه دونه تلویزیون 60-70 اینچ داشته باشید با اون داشته باشید. ببینید مثلا با ژست دستش داره کنترل میکنه که کدوم اپلیکیشن رو انتخاب کنه، اسکرول کنه. این عینک ها اینجوریه که شما میتونید انتخاب کنید که آیا فضای دور و برتون باشه و اون اسکرین ها رو حالا توی اون ببینید، یا اینکه کل فضای دور و برتون اصلا فضای مجازی بشه و هیچی از اتفاقای دور و برتون رو نبینید، یعنی توی اتاق نشستید کلا بیاد فضاتون عوض کنه، توی جای کوه و دشت و دمن نشستید و اون اسکرین ها یا اون مانیتورایی که نشون میده اونجا نشون بده. میبینید که مثل عینک های وی آر دیگه نیست که کاملا سیاه باشه، چشمای این خانم رو میتونید ببینید، البته این چشماش واقعی نیست، اینم یه تصویره، یعنی الان اینجوری شفاف نیست که شما توشو ببینید، یه جوری تصویر چشم های خود اون شخص رو شبیه سازی کرده. این به خاطر اینه که اگه یکی این عینک ها تو چششه و شما رو داره میبینه، چون واقعیت افزوده است دیگه، هم محیط اطرافش رو میبینه هم یه چیزا اضافه میشه، اگه شما رو میبینه این تصویر چشاش رو نشون میده که شمایی که اونجا هستید بدونید که این داره شما رو میبینه. اما اگه اون شخصی که عینک به چششه انتخاب کنه که بخواد کل محیطش اصلا یه محیط دیگه بشه، این اتاق نشه، یه همچین چیز رنگی دیگه میاد و شما میفهمید که اون دیگه اصلا رفته توی فضای دیگه و دیگه شما رو نمیبینه. این قابلیت به خاطر اونه. بعد اون تصویری که برای چشمهای شخص نشون میده اینجوریه که موقع ستاپ این عینک ها اول شما میگیری جلو صورتتون، صورتتون رو اسکن میکنه کاملا به صورت سه‌بعدی، مدل سازی میکنه و عین حالا صورت شما و چشم های شما رو دقیقا اونجا نمایش میده به جای چشم ها. و این مدل سه‌بعدی که از صورت شما میسازه برای استفاده دیگه هم داره، اینکه شما وقتی با یکی بخواید ویدیو کال کنید با این عینک، این تصویر سه‌بعدی رو به جای شما نشون میده، چون شما که دارید ویدیو کال میکنید و تصویر اون طرف به صورت مجازی هست جلوتون، ولی اون که شما رو نمیبینه به جاش این تصویر مجازی یا سه‌بعدی که از شما ایجاد شده میذاره. و قابلیت ویدیو کالش هم جالبه، این با 3-4 نفر همزمان میتونید صحبت کنید و اینجوری تصویرشون رو ببینید. و جالبش اینه که وقتی نفر سمت راستی مثلا صحبت میکنه، صدایی که شما میشنوید مثلا اگه شخص یه ذره این برتر باشه، بلنگوی یا هدفون سمت راستی صدا بیشتر از سمت راست پخش میشه و یه جوری صدا هم سه‌بعدیه، صدا هم فضا رو مشخص میکنه که شما میفهمید اون سمت راستی هست داره حرف میزنه یا سمت چپی هست داره حرف میزنه و جهت صدا رو میتونید تشخیص بدید. مثلا اگه شخصی که داره حرف میزنه این ور تصویرش، صدا بیشتر از این ور میاد و اینم یه قابلیت جالبشه. حالا دوتا عیبی که داره، یکی این که باتریش فقط 2 ساعته، البته باتریش بزرگ سنگینه، به صورت به خود هدست وصل نیست، با یه سیمی وصله، ولی حالا باتریش 2 ساعته. یک موضوع دیگه هم قیمتشه که $3,500 قیمتش در حال حاضر. اما علت قیمت بالاش اینه که خب اولا جدید عرضه شده این محصول و دوما اینکه این توی رویداد دیولوپرها معرفی شد، یعنی بیشتر مخاطب این محصول فعلا دیولوپراست، یعنی دیولوپرها رو دارن دعوت میکنن که بیان برای این محصول برنامه بنویسن، اپلیکیشن های مختلف براش تولید کنن تا یه ذره کاربردهاش بیشتر شه و کم کم قیمتش، اپل قیمتشو بیاره پایین تر که برای حالا عموم ارزشه و مثلا حالا $1,000 یا $1,500 ارائه بده و اون موقع عموم مردم بیشتر میخرن. خب اینم چیزی بود که برای خود من خیلی جالب بود، گفتم که با شما هم اشتراک بذارم، امیدوارم برای شما هم جالب بوده باشه و اگه نظری دارید حتما تو کامنت ها بنویسید، خوشحال میشم بدونم. با ویدیوهای بعدی هم همراه باشید و فعلا خدا نگهدار.